پناهندگان مذهبی زیر ذره‌بین دولت آلمان. پناهندگان ایرانی نوکیش مسیحی در آلمان در صورتی که بعد از عقص قبولی در پروندشان به کلیسا نروند ممکن است پناهندگی آنها در آلمان لغو شود یا برای رسیدگی مجدد به جریان بیفتد. به نظر می رسد که سختگیری ها بر پناهجویان نوکیش مسیحی در آلمان بیشتر شده و تعداد بیشتری از پرونده های ایرانیان رد شود. این موضوع ممکن است حتی شامل کسانی شود که بیشتر قبولی خود را گرفتند. به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، کارمندان اداره اقامت خارجی ها در آلمان تلاش دارد تا مطمئن شود ایرانیانی که خود را به عنوان نوکیش مسیحی در آلمان معرفی کردند کماکان به کلیسا می روند یا خیر. حتی ممکن است افرادی که پیشتر تعمید خود را از کلیسا گرفتند یا به عنوان پناهنده پذیرفته شدند را فرا خوانده و از آنها نامه تاییدیه مبنی بر حضور مداوم در کلیسا بخواهند. می شود دلیل آن این است که دولت آلمان متوجه شده بیشتر پناهجویانی که خود را نوکیش مسیحی معرفی می کنند پس از عقص قبولی دیگر به کلیسا نمی روند. بنابراین اطلاعی دولت آلمان و اداره مهاجرت و پناهندگی آلمان که با علامت اختصاری بامف شناخته می شود این موضوع را به صورت رسمی اعلام نکرده. اما از آنجایی که دولت آلمان به صورت فدرال اداره می شود اداره اقامت خارجی ها که اداره دیگر در ارتباط با پناهجویان و خارجی هاست می خواهد اطمینان حاصل کند که ایرانیان نوکیش مسیحی کماکان به کلیسا می روند. این موضوع بر اساس قانون نانوشتهی در آلمان طی ماهای اخیر اجرا شده است و دیده شده اداره اقامت خارجی ها در برخی کلیسا در چند شهر آلمان پناهجویانی که قبولی گرفتند را پس از 3 یا 4 سال فرا خوانده و از آنها نامه تاییدی از کلیسا خواسته است. کشیش ایرانی یکی از کلیساهای فارسی زبان در کل آلمان به کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی میگوید کارمندان اداره اقامت خارجی ها این حق را دارند که اطمینان حاصل کنند پناهجویان به درستی پذیرفته شدند و روند رسیدگی به پرونده ها مشکلی نداشته است. طی چند ماه اخیر اداره اقامت خارجی ها از پناهنده های نوکیش ایرانی نامه تاییدی از کلیسا مبنی بر حضور مداوم آنها در کلیسا خواسته است. شهرام عدیمی شبان کلیسای فارسی زبان حیات ابدی در کل آلمان اضافه می کند کارمندان اداره اقامت خارجی ها بر اساس یک قانون نانوشته می توانند از فرد پناهجو بخواهند که باز هم از کلیسای خود نامه تاییدیه مبنی بر حضور در آن کلیسا بیاورد و اگر فرد پناهنده نتواند این نامه را ارائه دهد ممکن است اقامت او لغو شود یا پروندهش با اخلال مواجه شود. برخی کارمندان اداره اقامت خارجی از پناهجویان این نامه را خواسته برای همین برخی پناهجوها دوباره به کلیسا مراجعه می کنند برای دریافت نامه ای که بدهد همچنان به کلیسا می روند. در آلمان و در بسیاری از کلیساها در 1.5 میلیون شهروندی که طی سالهای 2015 و 2016 به کلیسا وارد شدند و خود را نوکیش مسیحی معرفی کرده بودند پس از عقص قبولی یا گرفتن نامه تعمید از کلیساها رفته و بنابرای گفتی این کشیش ایرانی اکنون دولت آلمان این موضوع را متوجه شده و از آنها بر اساس همین قانون نانوشته یک نامه را طلب می کند. در آلمان چند اداره برای رسیدگی به امور پناهجویان وجود دارد. به تازگی بر اساس یک نظرسنجی که توسط سازمان درهای باز انجام شده میزان حمایت دولت آلمان از پناهجویان مسیحی از اواسط 2017 به شدت کاهش یافته و ممکن است که کمتر شدن میزان حمایت دولت آلمان از نوکیشان مسیحی پناهجو بی ارتباط با مسئله اخیر نباشد. با ما همراه باشین با اخبار بروز در کانال یوتیوبی بانک اطلاعات آلمان.